نوروز ماندگار است، تا یک جوان باقی است. عرض ادب مجدد خدمت شما. 1394 خورشیدی بر شما گرامی و خجسته با تمیانانم. آقای امیر درخشان برنامه رو اداره میکنه، از او صمیمانه سپاسگزارم. اجازه بدید که دق الباب بکنیم، بریم به چهره خانه. در چهره خانه دوست ادیب و نازنینی منتظر ماست. درود بر شما دکتر نوریالا. سلام عرض میکنم خدمت شما، امیر گرامی و بینندگان گرامی برنامه‌تون، و همین در سرآغاز برنامه این نوروزی رو که آغاز شده خدمت همگی خجسته باد میگم. تشکر. به من بفرمایید که به دلتون چی برات شده امسال؟ والا دل من اصلا براتی نیستش، ولی در این حال من چون مادرزاد امیدوار به دنیا آمدم، هر ساله می فکر میکنم که یه قدم به طرف آزادی کشورمون بر میداریم. به هر حال بله، یه قدم واقعا هم همینه، واقعا همین. و اگر امید رو از دست بدیم دیگه چی برای ما میمونه؟ هیچ. خب دکتر نوریالای عزیز، چهره خانه امروز. بله امروز میگم که هفته پیش که من راجع به این آقای میرزاده معلم کودکیم صحبت کردم، خب عرض کنم که خیلی مورد استقبال قرار گرفت. یعنی الانم اگر که تشریف ببرید روی فیسبوک من، میبینید که هم از ایران هم از جاهای مختلف جهان تعداد زیادی عرض کنم که هم لایک زدن و هم عرض کنم که کامنت گذاشتن و این حرفا، و ادهی هم با ایمیل و اینا به من گفته بودن که آقا این جریان رو ادامه بده و این فضایی که داری صحبت میکنی فضای خوبیه. من هم تصمیم گرفتم که علاوه بر این آقای میرزاده در جوادیه سال 1329 چند چهره دیگه از اونجا رو هم خدمت شما بگم و آنچه که برایشون گذشت. چقدر خوب. چقدر. در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که ما در این در واقع جوادی یک خیابون دراز بود به نام 20 متری، چند تا کوچه بهش میخورد که یکیش کوچه یکتا بود که ما درش زندگی میکردیم. بله. و سر این کوچه یک بقالی بود که عرض کنم که دوتا برادر میگردوندندش، و اون برادری که مورد نظر منه و امشب رو میخوام به شرح حال او اختصاص بدم، بهش به لهجه ترکی میگفتن مشه سلطان علی. مشهد که فکر نمی کنم رفته بود، احترامات بهش میگفتن مشه سلطان علی. این مشه سلطان علی برای خودش کاراکتر بسیار جالبی بود. داستان از این قرار بودش که پدر من قبل از اینکه ما به جوادیه نقل مکان بکنیم، کارمند اداره بود به نام اداره تصفیه اقتصادی، و این اداره وظیفش این بود که تمام اموالی رو که متفقین به ایران آمده بودند و رفته بودند از جا گذاشته بودند، اینها رو تصفیه کنن و به پول تبدیلش بکنن بدن به خزانه دولت، و پدر من مسئول این اداره بود. و من یادمه که بچه بودم، مثلا 6 سالم بود، ایشون با خودش منو میبردش به این اداره، تابستون بود و میبرد پیش خودش، و من لای این کوههای عظیمی از کاغذ اونجا بود، مثلا یک سالن بزرگی فقط لاستیک اتومبیل بود، و اینها مشغول چیز بودن، سیاه برداری بودن از ابواب جمعی این کاغذ و لاستیک و مداد و قلم و حرفا، و پدر من همینطور سرکشی میکرد، یه نفرم دنبالش با یه دفترچه میرفت، این میگفت اون مینوشت، مثلا میگفتش که 5 عدد پنکه سخفی، اونم مینوشت 5 عدد سخفی. در اونجا بود که من با یه اصطلاح عجیبی روبرو شدم تو اون زمانش 6 سالگی، که پدرم میگفتش که مثلا 3 عدد پنکه سخفی ایزن، 5 عدد پنکه سخفی. این ایزن برای من خیلی چیز عجیبی بوده. و یادم رفت برگشتم خونه به مادرم گفتم که این ایزن یعنی چی، بابای من یه ایزن به این پسر که اون گفت معنیش اینه که یعنی همچنین. و
باری میخوام بگم که بعد قرار میشود که این کاغذها رو به مناقصه بگذارند و بفروشند و این مشه سلطان علی و اون برادرش عرض کنم که رفته بودند و در این مناقصه برنده شده بودند و این کاغذها رو خریده بودند. انبار انبار کاغذ بود و برادره رفته بود برای خودش یک تجارت کاغذ وا کرده بود. داره چی کار میکرد بر من روشن نبود، اما توی همین آشنایی ها بود که مثل این که این مشهد سلطان علی به دلایلی پدر من رو قانع کرده بود که ما رو منتقل بکنه به جوادیه. و حال ما که وارد جوادیه شده بودیم، این سر کوچه جلوی مغازش تخت چوبی میذاشت و یک دونه قالیچم روش مینداخت و عصرا بابای من میرفتش اونجا، اینا میشستن با هم دیگه گپ میزده. بابای منم اعتقادش این بودش که این بلشویکه و اگر که اوضاع برگرده، من یادم مرتب میگم اگر اوضاع برگرده این مشه سلطان علی اینجا دو تا درجه سرهنگی میزنه میاد بیرون. خب داستان این بودش که ما رسیدیم به در واقع سال 32 که دیگه اوج گرفته بود مسائل سیاسی و این حرفا، خوردیم به مقطع 25 مرداد که خب شاه از مملکت گذاشت رفت و عرض کنم که ملت هم دیگه تو خیابون همینطور این توده‌ای ها و جبهه ملی و این حرفا در حال شعار و این حرفا بودند. و من یادمه که در انتهای خیابون 20 متری هم یه بقالی دیگه بود به نام آقای توکلی بهش میگفتن و اون در طبقه دوم مغازش یک اداره مجله داشت، مجله هم در روزنامه هم در میبود که من نمیدونم الان یادم نمید اسمش چیه. و عرض کنم که مادر من سر مقاله مینوشتش در نشریه اون. عجب. من یادمه که یک روزی که مادرم منو برداشت با خودش برد که بره مقالهشو بده به این آقای توکلی، وقتی که برگشتیم من اینقدر از اون فضا خوشم آمد گفتم مامان من تصمیم گرفتم من میخوام برم نویسنده بشم. حالا این کاراکترها همه رو داشته باشید، آقای توکلی این ور رو، مشه سلطان علی این ور رو، قدرت دوچرخه ساز وسط کوچه ما. عرض کنم که 25 مرداد شد، خبر آمدش که آقا شهر شلوغ شده و ریختن و دارن مجسمه های شاه رو پایین میکشن تو شهر، شاه و رضا شاه و اینا همه دارن پایین میکشن، شاه هم گذشته رفته. و من یادمه که اون مثلا شب 25 یا 26 بود این قدرت و چرخ سازه یهو رو کرد که تو مغازش سر مجسمه شاه پارک شهر رو آورده اونجا گذاشته. عجب. و بعد ملت می آمدن دست دسته می آمدن اینو تماشا می کردن با حیرت که کله شاه اون وسط مغازه قدرت و چرخ سازه. بعد از اورا که می شود ساعت 2 ما یه رادیوی داشتیم، رادیو آندریای باتریداری بود که پدرم اخبار رو دوست داشت گوش بکنه و این هر روز ساعت 2 بعد از اورا که می شود یک کدوم از این گوینده ها، شاید روحانی یعنی یادم نمیاد، اینجوری اخبار رو شروع میکرد، اخباری از شاه فراری و میگفتش که مثلا امروز شاه و ملکه ثریا رفتن مثلا به بغداد، فرداش رفتن به روم، از این اخبار یک سری از این خبرها میداد. یا دکتر فاطمی رفت مثلا عرض کنم که دربار رو مهرمون کرد و غیره. تا اینکه روز 28 مرداد شد، صبحش خبری نبود مثل همیشه بود و دوی بعد از اون شد پدر من چیز رو روشن کرد، رادیو رو روشن کرد که اخبار رو گوش بکنه. اونم شروع کرد که بله اخباری از شاه فراری و غیره. بعد یهو صدا قطع شد، اخبار وسط اخبار قطع شد ماجرا. خیر 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 رادیو صدا میکرد. در این موقع ما دیدیم محکم دارن به در خونمون میزنن. قبل از این اینو یادم رفت بگم که روز 25 مرداد که این اتفاقات افتاد، پدرم آمد خونه و گفت، مادر من عاشق شاه بود، همیشه عاشق شاه بود، تو همه اتاقای ما سر بخاری یک شاه گذاشته بود. روز 25 مرداد پدرم آمد گفت خانم این عکس‌ها کار دست ما بده، شاه گذاشت رفت،
اینا میان سر کار توده یا این حرفا میان حساب ما رو میرسن، اجازه بدید که ما این عکس رو جمع بکنیم. آن ناراحتی و گریه و این حرفا مادر من این عکس رو جمع کردن و پارچه دورش پیچیدن و اون برای حیات خونه ما یه زغالدونی بود برای زمستون زغال میریختن اون تو، بردن این عکس رو پشت زغالا قایم کردن. ما وقتی که گفتن که رادیو خشخش کرد و این حرفا، ما دیدیم در خونمون میزنن، رفتیم در باز کردیم، دیدیم این مشهد سلطان علی با ترس و حیرت پرید توی راهرو خونه و گفت عکس‌ها کجاست. ما گفتیم کدوم عکس ها؟ گفت عکس شاه. آقا شما همه اتاقاتون عکس شاه داشتیم. بابام اول نمیدونستش که مقصود این چیه، اول منومن میکرد و یه حرفا به حال گفت آقا ما تشخیص دادیم اینو ببریم بذاریم توی اون زغالدونی. گفت آقا چیشی توی زغالدونی؟ درش بیار الان قیمت داره این عکسا. الان دارن میان طرف جوادیه خونه مصدق و غارت کردن این حرفا، دست جمعی دارن میان جوادیه و اینا برسن سر کوچه ما، مغازه منو غارت میکنن. بنابراین من این عکس ها رو احتیاج دارم. هیچی دیگه، مامانه منم با خوشحالی رفت و این عکس ها رو از توی زغالدونی در رو بردن و پارچه ها رو کنار زدن و برداشتن عکس ها رو بردن سر کوچه و سلطان علی هر دیوار مغازه و جلوی در تو خیابون و همه یه حرف ها رو عکسش ها زد. یک دونه قالیچه هم به دیوار زده بود و از پدر منم خواهش کرد که شما آقا بیایید اینجا بشینید روی این تخت چوبیه جلوی مغازه من که اگر اینا آمدن شما برای اینا سخنرانی کنید که آقا این شاه پرسته. حالا ما بچه ها و اینا همه هیجان زده رفته بودیم عرض کنم که سر کوچه ببینیم چی میشه، ولی خبری هنوز نبود. اما میدیدیم از ته خیابونه عرض کنم که 20 متری یه صداها و هیاهوهای میاد. بعد یواش یواش، خب موقع آسفالت و این حرف هم که نبودش، خیابونه 20 متری یک توفانی از خاک بلند شد ابتدا. بعد از لای این توفان یه هم دیده یه نفر داره میدوه، یه کیسه برنج رو دوشیشه داره میدوه میره. از اون طرف مثلا یکی میامد یه دونه ترازو دستش بود که یه کفش هم نبودش. همچنان معلوم بود مغازه توکلی رو قارت کردن و دارن میان. خلاصه وقتی که رسیدن سر کوچه یکتا و حالا اینا روی کامیون های ارتشی هم بودن و چند تا از این لات های جوادی هم اونجا چون دستشون گرفته بودن حرفا، آمدن که مغازه سلطان علی رو عرض کنم که قارت کنن. بابای من بلند شد و گفتش که این مرد شریف نمیدونم این خدمتگزار رو همه این اهل محل فلان شما باید قدر بدید، اصفاری کردش که اینا قبالت نکردن مغازه مشتعله. و عرض کنم که به حال قضیه به ختم خوشی گذشت و ما تا موقعی که من کلاس هشتم دبستان به اونجا رفتیم، کلاس دهم آمدیم دو مرتبه به امیریه. در این مدت اونم بودش و بقالشو میکرد و غیره. این گذشت سالها بعد، سال 1342، اون سال 1332 بود، حالا سال 1342 شده، یعنی 10 سال از اون موقع گذشته. ما دیگه در جوادیه زندگی نمی کنیم. منم دانشجوی رشته زبان انگلیسی دانشگاه تهرانم و با سپانلو و نمیدونم ناصر شاهینپر و عرض کنم که نادر ابراهیم و این حرفا همه هم دانشکده ایم و با هم یه گروه ادبی تشکیل داده بودیم به نام طرفه و تصمیم گرفته بودیم که حالا برای خودمون یه مجله در بیاریم، چون این بقیه کارهای ما رو چاپ نمی کردن، شعرهای ما و قصه های نادر و این حرفا رو چاپ نمی کردن. بنابراین تصمیم گرفتیم که خودمون اصلا یه پولی بذاریم و نفری 100 تومن در ماه و در بیاریم کتاب. اولین کتابی که و در اینا یه مجله هم در بیاریم به نام جنگ طرفه. جنگ طرفه عرض کنم که سردبیرش رو گذاشتیم مهرداد صمدی، من و احمد رضا احمدی هم مسئول امور فنی شدیم. یعنی اینکه
اصلا که بریم و این رو چاپ بکنیم و منتشرش کنیم. برای این کار احمد رضا رفت گشت و یه چاپخونه ای رو گیر آورد. عرض کنم که جایی بودش نزدیک بازار به نام پامنار که یه مسجدی بود و مناری داشت. به علت وجود اون منار به اونجا گفتن پامنار. این پامنار زیر این منار پله میخورد، میرفتین پایین تو زیر زمین، اونجا یه چاپخونه ای بود، یه دونه ماشین چاپ ملخی تلق 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 میکرد و دو نفرم بودن که حروف چینی میکردن دو اینا. این قرار رفتیم با اونا صحبت کردیم و قرار شدش که مجلمون رو اونجا در بیاریم که خودش خیلی تضاد عجیبی. الان که بهش فکر میکنم که یه عده جوانی که خودشون رو آوانگارد میدونستن و میخواستن مثلا ادبیات و هنر ایران رو به مسیر تازه‌ای رهنمون بشن، رفتن زیر منار مسجد توی این چاپخونه میخوان که آثارشون رو منتشر کنه. در این حال خب اونا مشغول حروف چینی نوشته ها شدن و ما غلطگیری میکردیم و اینها. بعد نوبت این شد که حالا چاپ بشه این، بعد ما کاغذ میخریدیم. من و احمد رضا بلند شدیم رفتیم بازار کاغذ فروش ها و همطور که میگشتیم و اینا میگفتن مثلا دو بند کاغذ نم 100 گرمیه مثلا پاکستانی، اینجور اصطلاحات بود. ما اینا رو پرسیده بودیم از چاپ کنه که بریم چقدر بخریم و چی بخریم. اونا به ما لیست داده بودن و ما رفته بودیم کاغذ ها رو رفتیم خریدیم و گذاشته بودیم رو دوشمون. از ته بازار کاغذ فروش ها هم داشتیم میامدیم که بریم پامنار رو کاغذ ها رو تحویل چاپ کنه بدیم. من دیدم که یهو یکی داد میزنه با یه لحجه ترکی غلیظی، آقای نوریالا، آقای نوریالا. برگشتم دیدم که مشت سلطان علیه. کاغذ چرا رو دوشه تو اینا؟ گفتم که ما داریم مجله چاپ میکنیم. گفت حالا بیا یه چایی بهت بدم بخوری حرفا رو. ما رو برد تو مغازش. یه مغازه بود، یه حجره بود مغازه ای. دیدیم 5-6 تا کارگر نشستن رو زمین، تپه های کاغذ جلوشونه، اینا رو برمیدارن تا میکنن، یه کاسه چسب هم هست با قلمو، یه چسبی هم به این کاغذ میزنن، این میشه پاکت. معلوم شدش که این تجارت پاکت میکنه که بقالی ها میامدن پاکت از این میخریدن. آدم که میرفت مثلا از بقالی چیزی میخرید، حالا اینجا کیسه های پلاستیکی و اینا میذارن، اون موقع تو این کاغذ ها میتونه تولیدی داشته باشه. تولیدی پاکت. بله. تولیدی پاکت. جالبه. تو تجارت پاکت یعنی میفروخت دیگه، تولید میکرد میفروخت. بعد به من گفتش که تو میدونی این کاغذ رو من کجا آوردم؟ من گفتم نه. گفت بابا این کاغذایی که بابات به ما فروخت، این کاغذای امریکایی هاست، شما گذاشتن رفتن از ایران، ما اینا رو پاکت میکنیم و میدیم دست مردم. خلاصه این داستان رو فکر کردم که شاید جالب باشه که بگم این کاراکترهای آقای توکلی. آها، این رو هم بگویم که بعد از عرض کنم که 28 مرداد توی بهبهه گرفتن توده ای ها، ما یک روز دیدیم یک لشکر با چیزی آمدن به کوچه ما و رفتن سراغ قدرت و چرخ ساز که مجسمه شاه رو برداشته بود آورده بود و ما بار که راه نمیدادن، سربازا رد میکردن. وقتی که قدرت هم برداشتن بردن، معلوم شدش که در زیر زمین دوچرخه سازی قدرت یکی از چاپخونه های حزب توده بوده. عجب. برداشتن بردن، دیگه من خبری ازش ندارم. ما رفتیم کلاردشت بعد از انقلاب، یه مدتی رفتیم به شمال دور باشیم از حوادث، با دو سه تا از دوستان اونا هم اهل مطبوعات بودن، رفتیم تو یک قهوه خانه ای نشستیم اونجا چای بخوریم. دیدم که بین ساب قهوه خانه و چند تا از مشتری ها بحث بر سر انقلاب و خمینی و اینا، رئیس ساب قهوه خانه داره به خمینی فوش میده. بعد آره چای ما رو برد، من بهش گفتم این فوشا که اون عکسی که زدی روی دیوار که نمیخونه که، یک عکس بزرگ خمینی رو زده بود. آره با چی؟ با سنجاق زده بود به دیوار.
چای رو گذاشت رو میز، رفت به طرف عکس، عکس رو زد بالا، دیدیم عکس شاه زیرش. گفت منتظری برگردی بعد این رو میکردی. یه شاید قدم نمیره، دو تا عکس، دو تا تمیزات روی همدیگه، یکیش خمینی بود زیرش عکس شاه. یعنی همیشه ما ملت اینجوری بودیم دیگه، واقعا عجیبه. بله بله، میگن احتیاط لازم رو انجام میدادیم. میگن تظاهراتی بوده تو شهری، مردم تو خیابون فریاد میزدن ما نمیخوام، من نمیخوام، وارد میشه اینم میره داخل صف، میگه نکنین یه چیزی میخوان که منم نمیخوام. میگه ما نمیخوام. میگن چی نمیخوام؟ میگه هر چی رو نمیخوام، ما هم نمیخوام. نمیدونن اینا چی نمیخوان. بله متاسفانه این بوده دیگه. اصلا تو این داستانهایی رو که آدم میخونه، مثلا در حمله مغولها، واقعا این عباس آشتیانی تاریخ مغولی که نوشته، آدم وقتی ورق میزنه حیرت میکنه دیگه، که این مردم به قول حافظ میگه چوبید بر سر ایمان خیش میلرزم. دقیقا همه در حال لرزش بودن هر آنی. دقیقا هر آنش هم همین طوره دیگه. دقیقا. در ایران. دقیقا من فکر میکنم که به احتمالا به خاطر استمرار استبداد دیگه، میدونید هزار اندی سال شوخی نیست، 198 سال فکر کنید غزنوی ها، 193 سال مغول ها، سلجوقی ها، بعد همین اندازه مغول ها، تیموری ها، حضرت کلاکو، بعد نوادگانشون، همینجور برسه بیاد به دوره قجر و صفویه و قجر و اینها، کم هم نبوده. حساب کنیم بیش از 1000 سال استمرار استبداد، دمار از روزگاری مردم در برده. واقعا باید آفرین گفت فرهنگ ایران باز هنوز سر جاشه، و اگر ایرانی هست به خاطر اینکه این خشت محکم بوده، این ستونهای زیر پای این فرهنگ واقعا خیلی قرص و محکم، به همین لحاظ ما دوام آوردیم دیگه، ما دوام آوردیم. هم این بوده، هم به هر حال به نظر من متفکرین ما، سیاستمدارای ما بالاخره با نیک و بد گذروندن و این مملکت رو حفظ کردن. شما نگاه کنید که از اون ور مثلا سلجوقی ها میان، یا از توش نظام الملک پیدا میشه. بله این نصایح الملوکی که اینا میوشتن که یه دادم وحشی رو اینا بتونن رام بکنن و بتونن، یعنی من میخوام بگم که شاید عامل اصلی پایداری ایران بوروکراسی یا دیوان سالاری ایران بوده، که سعی میکرده که از جریانات سیاسی خودش رو بکشه کنار و مملکت رو حفظ بکنه. درست. و واقعا شما فکر کنید که وقت اون روزی یه مملکتی نابود میشه که حالا هجوم آورندگان یا کسانی که با انقلاب مثلا به قدرت میرسن دست به نابودی بوروکراسی بزنه. شما نگاه بکنید که در این 5 میلیونی که خودشون میگویند از ایران آمدن بیرون، خب این 5 میلیون بخش عمده ایش از بوروکراسی دوران قبل بودن، این وزارتخونه ها، این دانشگاه ها و غیره و غیره به وسیله اینها اداره می شدن، و اینها با این تصویه هایی که می کردند و اسلامی کردن بوروکراسی و غیره مملکت رو به نابودی کشوندن. کاملا. تا این تازه آمدگان بتونن کار یاد بگیرن، آیا بگیرن آیا نگیرن. کاملا درسته، کاملا درسته. یا آماری آمده درباره نیمکت های خالی در دانشگاه ها که واقعا تأسف برانگیزه. یکی از آرزوی خانواده ها این بوده که بچه هاشون تو کنکور قبول بشن به دانشگاه برن. امروز میلی به تحصیل در ایران دیگه نیست، یعنی کسی که حاضر نیست به دانشگاه درس بخونه، به خاطر بی شما تحصیل کردگان بیکار در بند بکرد، شما زیادی از اونها پزشکن در رشته طب درس خوندن ولی بیکاری برای اونها نیست. تمام بچه‌هایی که رفتن با زحمت در رشته کشاورزی مهندسی گرفتن، یعنی مهندس کشاورزی شدن، برای حتی 1% اونها هم کار وجود نداره، همه بیکارن، همه، یعنی درست اون رشته‌ای که مملکت خیلی بهش نیاز داره، خیلی محتاجه، متاسفانه خب به خاطر همین قاچاق کالا و وارد کردن انواع محصولات، کالاهای اساسی، فراورده های حتی کشاورزی، دمار از روزگار مملکت در آورده. کسی هم نیست اعتراض بکنه، هیچ کسی هم جوابگو نیست. این همه اسکله
غیر قانونی است که قاچاق وجود داره که اونجا میان کشتی بار رو پیاده میکنن، بعد به کسی هم جوابگو نیستن، مالیات هم که نمیدن. خب معلومه اجناس داخلی هم که قادر نیست با این کالاهای ارزان بنجل رقابت بکنه، همه دارن از بین میرن. و جالبه که دیدم که باز در آخرین اظهارات آقای روحانی اشاره شده که اقتصاد ازش رو به بهبوده. آخه چه با کدام مشخصه؟ هیچ مشخصه اقتصادی الان وجود نداره که بگه ایران داره مسیر درست رو در قلمرو اقتصاد طی میکنه. من فکر میکنم شاخص بیکاری و یا شاخص کار داشتن مهمترین شاخصی که وضعیت یه مملکت رو نشون میده. من یادمه که سال اولی که آمدم از انگلستان به امریکا، برادرم سالا بود که آمده بود و شهروند امریکا شده بود و برای ما تقاضای گرین کارت کرده بود و ما از انگلستان آمدیم اینجا، به من گفتش که من میخوام به تو یه نصیحتی بکنم. گفتم بفرمایید. گفتش که تو اگر که میتونی کفش تو واکس بزنی و سر کوچه‌تون یه واکسی هست، خودت این کار رو نکن، ببر بده به این واکسیه. برای اینکه این مملکت از طریق کار هست که دوام داره و زندگی میکنه و این پول از طریق اینکه تو در بیاری خرجش بکنی بقیه همینطور بچرخونن ماجرا رو هست که این مملکت رو به اینجا رسونده. در حالی که یادم افتاد که مثلا وقتی که در ایران کانون نویسندگان شب نیمایوشیج رو اجرا میکرد، آل احمد داشتش صحبت این رو میکرد که نیمایوشیج آدم بسیار مقتصدی بود، مثلا یه دونه مداد رو تا اینقدر برسه استفاده میکرد و اینجور درویشی زندگی میکرد و غیره. و من همیشه حسرت این رو داشتم که مثل او زندگی کنم. خب این یعنی چی؟ یعنی این که حسرت این رو داره که یه مملکتی رو بخوابونه دیگه. دقیقا درست. دقیقا بله کاملا. امروز دیدم آمار گالوب رو، اهمیتی که شهرهای آمریکا پیدا میکنن روی میزان اشتغالزایی، میزان کارآفرینی اوناست که سالتیک سیتی الان اول، آستین در تگزاس دوم و سان فرانسیسکو و بقیه شهرها اینقدر اهمیت میدن. و خب وقتی چنین چیزی اعلام میشه، خب طبیعتا سرمایه گذاری در این مناطق بیشتر میشه، وضع مردم بهتر میشه. ما متاسفانه هیچ برنامه به اصطلاح برنامه تألیفی در مورد ایران نداریم و دولت شروع کرده به دروغگویی در زمینه اقتصاد، فقط به خاطری بلکه بتونن یک امید کاذب رو در مردم ایجاد بکنن، چون نگرانه جونه. بله منتظر اینن که ببینن آقای اوباما این تحریما رو برمی‌داره یا نه. نه بله. امیدشون فقط به این قضیه است. تشکر میکنم دکتر اسماعیل نوریالای عزیز، تا دیدار دیگر. گفتگویی اسمش فرمودید مشی سلطان علی تشکر. خدا حافظ شما. من شما زیاد.